درود و وقتتان بخیر به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. در نخست توجه نمایید به چند خبر ورزشی. محمد کریم یاقوت دونده افغانستان در رقابت های اتلتیک ماراتون چین 28م شد. این رویداد با حضور بیش از 1000 ورزشکار از 30 کشور در شهر شانگهای چین برگزار شده بود که در آن محمد یاقوت توانست در بخش دوش 42 کیلومتر جایگاه 28م را به نامش ثبت کند. در پایان این رقابت ها برای برنده مقام اول مبلغ 40000 دلار و برای مقام دوم تا هشتم مبلغ 10000 دلار آمریکایی اهدا شد. تیم ملی فوتبال ساحلی پرتغال با کسب پیروزی 6-4 برابر ایتالیا قهرمان جهان شد. در دیدار رده‌بندی هم روسیه 5-4 ژاپن نماینده آسیا را شکست داد و مقام سوم این رقابت ها را به دست آورد. جام جهانی فوتبال ساحلی 2019 با اشتراک 16 تیم به میزبانی پاراگوه برگزار شده بود. پرونده هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان دیشب با 4 دیدار بسته شد. در حساس‌ترین بازی منچستر یونایتد با تساوی 2-2 برابر استون ویلا متوقف شد و آرسنال با همین نتیجه 2-2 برابر نورویچ رضایت داد. در دیگر بازی ها لستر سیتی 2-1 اورتون را شکست داد و دیدار تیم های فوتبال وولورهمپتون و شیفیلد یونایتد با تساوی 1-1 به پایان رسید. بارسلونا دوباره به صدر جدول رقابت های لالیگای فوتبال اسپانیا تکیه زد. در آخر بازی از هفته 15 این رقابت ها بارسلونا در یک بازی حساس و نفسگیر اتلتیکو مادرید را در خانه شکست داد تا با 31 امتیاز، اما با تفاضل مثبت گل زده نسبت به رئال مادرید به صدر جدول برگردد. تا گل این دیدار را لیونل مسی در دقیقه 86 به نفع بارسلونا به ثمر رساند. رقابت میان 30 شناور برتر افغانستان از بهر گزینش شناگران بهتر جهت اشتراک در مسابقات المپیک 2020 ژاپن در کابل برگزار شد. این رقابت زیر نظر مسئولان کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی در تمامی سبک‌های شنا پیگیری شد. عبیدالله انوری با جزئیات بیشتر این خبر. 30 شناور برتر افغانستان حساسترین رقابت شنا را در برابر هم برگزار کردند. این رقابت جذاب که در تمامی سبک‌های شنا زیر نظر مسئولان کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی برگزار شد، هدف آن گزینش شناوران برتر برای حضور در رقابت‌های المپیک 2020 توکیوی ژاپن خوانده می‌شود. مسابقه بین بهترین شناگرای افغانستان بود تا یک نفر و مسابقات 2020 ژاپن انتخاب بکنیم و جای خوشبختی است که امروز در یک رقابت فوق العاده سالم همونطوره که تمام دوستان شاهدش بودن. برنامه المپیکی است که 3 نفر از این ورزشکارها که اول دوم سوم هستند با کمپای تمرینی و رقابت های سالم دیگه که بتونه آماده شون به 2020 انشالله ایزام خواهد کرد. در پایان این رقابت محمد فهیم انوری با پشت سر گذشتاندن تمامی حریفانش به مقام قهرمانی رسید. محمد امان حمیدی دوم شد، حسین محمدی و امین حمیدی به ترتیب به مقام‌های سوم و چهارم دست یافتند. مسابقات امروز که برگزار شد بسیار به سطح بالا، به خاطر که بتانم هر کسی اول شد در مسابقات المپیک را پیدا کنه از این طریق، و ما تقاضای از المپیک یک بخیر پیش از مسابقات المپیک 2020 کمپای تمرینی در اختیار ما بذاره تا بتانیم قوی‌تر در المپیک بدروشیم. مسابقات به ما خیلی مفید است، به خاطر که ما وقتی به مسابقات خارجی را پیدا میکنیم به ما خیلی تغییرات به وجود میاد. ما امروز هم خوشبختانه دو مسابقه داشتیم که مسابقه اول توانستم مقام اول از خود بگیرم، اما متاسفانه در مسابقه دوم هم مقام سوم محسوب کردم. این رقابت در حال برگزار می شود که پیشتر ملی‌پوشان شنای کشور دو دور اردوگاه تمرینی را در کشورهای قزاقستان و قطر سپری کرده بودند. و بیننده عزیز، در خصوص این گزارش بیشتر صحبت میکنیم با قاسم علی امیدی رئیس فدراسیون شنا و محمد فهیم انوری عضو تیم ملی شنای کشور که اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانای عزیز بسیار زیاد خوش آمدین. در نخست با آقای امیدی آغاز میکنیم. چی شد که این مسابقات فدراسیون ملی شنای افغانستان
ایدیش به فکرشان آمد تا این مسابقات برگزار کنند، در حالی که تا کنون در فدراسیون‌های ورزشی افغانستان چنین تجربه‌ای نبوده تا که این گونه مسابقات به شکل شفاف رقابت‌ها برگزار شد. تشکر. ما به نوبه خود عرض سلام احترام دارم خدمت تمام بینندگان خوب ورزش آریانا. همونطور که امروز شما شاهد بودین، فدراسیون شنای افغانستان با برگزاری یکی از مسابقات خیلی مهم در تاریخ ورزش آب بازی برای معرفی کردن یک شناگر برای مسابقات 2020 ژاپن، جا دارم از کمیته محترم ملی المپیک افغانستان نهایت تشکری بکنم که تلاش های اونا بودن تا شنای افغانستان بتانه که یک نماینده در مسابقات 2020 توکیو داشته باشند. ما به حسب شایسته سالاری فوق العاده باورمند هستیم. روی حساب با وصف از اینکه وقت زیغ بود، وقت امتحانات مکاتب ورزشکارا و اینام بود، سر از اون امروز تانستیم این رقابت با حضور بیش از 30 ورزشکار که اکثرا از اونا چهره های شناخته شده شنا بودن و قهرمان بودن ما برگزار کردیم در دو بخش. در بخش اول بخش گروهی بود که از هر گروه دو اول دومش می آمد به فاینال و در تمام سبکا که به اصطلاح خودش شنا آیم میگه که تمام سبکا را ما هم سرعت و اسپید ورزشکارا را امروز مورد ارزیابی قرار دادیم و هم از نظر فیزیکی و قدرتی که باید یک شناگر قدرت لازم و فیزیک لازم داشته باشد تا بتانه راه پیدا بکنه به مسابقات معتبر دنیا. و آن هم انشالله وقت و زمان زیاد است تا مسابقات 2020 و همونطور که امروز سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک جناب دکتر سپوپرزای وعده سپردن تا بتانیم در آینده یکی دو کمپ تمرینی دیگر در بیرون از کشور برزی ورزشکارای ما گرفته شود و مطمئن هستم که ورزشکار افغانستان استعداد از زیر دارن، فقط برشان امکانات در اختیارشان قرار داده شود و فرصت زمانی بهتر برای از اینکه بتونن اینا تمرینات خودان را با خیال راحت سپری بکنن در اختیارشان داشته شود. بسیار خوب آقای امیدی، کسانی که در این برنامه یا در مسابقه امروز دعوت شده بودن، آیا از ولایات آمچرایی در این مسابقات حضور داشتن یا خیر؟ شنا فدراسیون شنای افغانستان با هماهنگی و هم تماس‌های خیلی تنگاتنگ که تمام نمایندگی های ما در ولایت های مختلف ما داریم، همیشه تمام برنامه ما با مشارکت با نظرخواهی از اونا هستند. اما به دلیل از این که وقت فوق العاده نزدیک بود، درست است که ما در ولایت مثل هرات، ولایت بلخ چرای خیلی خوبه در ورزش و شنا داریم، اما بهترین هایشان نظر به تستایی که قبلا کرده بودیم در مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار کرده بودیم، برای قزاقستان زمان کمپ تمرینی برگزار شد، عین همین واری هم در ولایات سهم دادیم، هرات و بلخ و ولایت ها گفتیم یک نفر شما تست بکنین، از بین ورزشکارای هرات یک نفر معرفی بکنین یا اینا را. اما این بچه‌هایی که امروز در مسابقات شرکت کرده بودن، خصوصا فهیم جان و یک تعداد بچه‌هایی که دوم و سوم شدن، اینا در مسابقات رقابتی که با این رو انداختیم چهرهای خوب بودن. امیدوارم ان شاء الله که در برنامه‌های بعدی با زمانی که ما در اختیار داشته باشیم بتانیم چرای ورزشی را از ولایتم دعوت. بسیار عالی فهیم جان، خودتان به برنامه خوش آمدید. میگم از پیشینه شنا بگوین، خودتان چند سال میشه که شنا میکنین و چند سال میشه که عضو تیم ملی هستین و پس از این حالا شما از طرف فدراسیون ملی شنای افغانستان برای مسابقات المپیک آسیا انتخاب شده، المپیک جهان انتخاب شدن که بدون شک یک وظیفه خیلی یک بار دوش گرانگی است که بر روی شانه های شما گذاشته شده، چقدر تلاش میکنین تا نام افغانستان در مسابقات المپیک جهان بلند بسازین؟ به نام خداوند یکتا و مهربان، سلام خدمت شما بیننده عزیز. ما کوشش میکنیم، کوشش نهایت بیشتر خود تا تمام وقت خود به خاطر تمرینات بانیم و تمرین کنیم تا بتانیم در مسابقات یک درخشش خوبی را به نمایش بگذاریم تا یک نتیجه بهتر را به دست بریم. و مدت 6 سال میشه ما عضو تیم ملی هستم تحت نظر استاد قاسم امیدی که هم رئیس فدراسیون شنای افغانستان هستم و سپاسگزاری بسیار فراوانی ازشان داریم. تا همیشه برنامه هایی که بوده باعث پیشرفت تمام ورزشکاران خصوصا به شنا شده که
امروز هم شما شاهد بوده که یکی از بهترین برنامه بود و تانستم دهی مقام اول از آن. از برنامه چقدر راضی بودین؟ برای نخستین بار بود که یک فدراسیون چون پروسه شفاف برگزار میکنه، چقدر خوشحال هستین از چنین برنامه؟ هر کس واقعا این برنامه را در اختیار ورزشکاران نمیماند، چرا که مسابقات تیم ملی برگزار میشه، انتخاب میشه ورزشکارا، ولی بازم مسابقات پیش از المپیک برگزار شد به خاطر که شفاف باشه و کسی داینده اعتراض نداشته باشه که و مشکلات روبروی نشیم. بسیار یک برنامه شفاف بود که تانستیم همه شاید بودن بدون کدام مشکل. بسیار خوب آقای امیدی، با توجه به فعالیت‌های خوب فدراسیون ملی شنای افغانستان و با توجه به حوزه آبازی که بیشتر در کابل و سایر ولایت ها ایجاد شده، چقدر سطح شنای افغانستان بلند رفته و با توجه به عملکرد ما در المپیک آسیا، علی اصغر در اون مسابقات حضور پیدا کرده بود، چقدر حال فکر میکنید که سرعت ورزشکاران ما بهتر شده و نتایجی که کسب کردن در مسابقات ملی و در این مسابقات ما بتانیم در المپیک جهان چیزی برگفتن داشته باشیم؟ سوال خیلی کارشناسی و سوال خیلی خوبی را بیان داشتین. ورزش شنای افغانستان همونطوری که الحمدلله 99% بیشتر از 99% مردم افغانستان مسلمان هستن، الحمدلله شنا جزء سفارشات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی فرض است برای هر مسلمان که شنا را یاد داشته باشند و مردم افغانستان الحمدلله علاقه زیاد دارند. اما در گذشته ها به دلیل از اینکه ما اماکن نداشتیم در افغانستان که در تمام فواصل تمرینات و ورزش شنا به پیش بره، صرف در فصلهای تابستان گرما بود که هم یک تعداد حوزه سرباز که از نظر بهداشت هم زیاد نمیشه او را تایید کرد و یک تعداد دریاچه هایی که مثل بند امیر و دریای پنشیر و هلمند و یا ننگرهار که اونا به عنوان یک بازی در آب، بازی کردن در آب در فصل تابستان استفاده میشد. اما خوشبختانه با توجه یک تعداد از سکتورهای خصوصی که سرمایه‌گذاری کردن در قسمت سکتور مجتمع آب‌بازی، هم در هرات، هم در بلخ، در کابل، خوشبختانه تمرینات حدوداً 3-4 سال میشه که به صورت حرفه‌ای ما شنا را تقریبا میشه گفت که از ابتدا از پایه دوباره شروع کردیم و همی فهیم جان و یک تعداد بچه هایی که امروز تونستن کسب مقام بکنن اکثرا بچه‌ای بودن که از نوجوانی و جوانی شروع کردن تا امروز الحمدلله تونستن مقام بگیرن. یعنی ما درسته که در گذشته از بچه‌های بزرگسال که بالای 30 سال هم حتی هستن اینا هم شنا کم کم میکردن، اما در مقابل از این که امروز این نوجوانا و جوانای ما الحمدلله امروز درخشیدن، اونا بر ما ثابت شد که ورزش شنا به عنوان یک ورزش پایه و یک ورزش مادر، هر چی از سنین کوچک از سن پایه شروع شد و بازدهیش برای تیم های ملی بهتر و خوبتر است. ما نمونه اصلیش تقریبا یک 10 روز پیش که بچه ها از قطر برگشتن، یک کمپ شنا در کشور قطر که یکی از بهترین اماکن ورزش و خصوصا در قسمت آبوزی کشور قطر داره، با سرمایه‌گذاری خیلی کلانی که در قسمت امار از او شده، دو نفر جوانای 17 ساله خواسته بودند در او کم که خوشبختانه نفر دوم و نفر سومی که همین روز شدن همین بچه‌ای بودند که رفته بودند در همین کم شرکت کرده بودند در این مسابقات. در اونجا مربی کانادایی که برای اینا ترنینگ میداد بخش شنا را، مثلا 500 نفر شناگر از تمام کشورهای آسیا داخل یک حوض اینا تمرین میکردن، باز خطای مشخص داشته که سپید یا سرعت کدام ورزشکارا بیشتر است، مثلا از چین و ژاپن و کره اینا خطای مشخص در اختیار از اونا قرار داده بودن، همونطور که اونایی که متوسط هستن اونایی که ضعیفتر هستن، که خوشبختانه همونطوری که بچه ها صحبت کردن از تجربیاتشان میگفت ما در حد متوسط بودیم، یعنی از ما از پاکستان، هندوستان، از سریلانکا، نپال و کشورهای مثل تاجیکستان کرده به مراتب بهتر بودیم. اگر روز اول، دوم، سوم گفت یکمه گوری برای ما ثقیل‌تر بود، اما در روزهای آخر یعنی ما مربیشان هم صحبت هایی که همراه ما داشتن و در رسانه هم صحبت کردن از امونجا راضی بودن از بچه ها. در نهایت ما امیدوار به این هستیم که انشالله خداوند بخواه با امید
وحدت و همبستگی که بین جامعه ورزش افغانستان باشه و فدراسیون، همینطوری که ما دوست داریم در اونجا خانی مشترک همگی سر استعدادی که واقعا هر فردی که استعداد کافی رو داشته باشه در اونجا استعداد شما شکوفا میکنیم، نه اینکه خدای نخواسته او رو بند نظر بگیریم. سپاس فهیم جان، از تمرینات بگو، در قطر تمرینات چگونه سپری شد؟ یکی از مشکلات بازیکنان ما زمانی که در یک مسابقه بزرگ حضور پیدا میکنن این است که میگن ما تجربه چون این مسابقات نداشتین. حالا در قطر چقدر فکر میکنید که تجربه خوب کسب کردین و یعنی میدان دیده شدین؟ خودم در قطر اشتراک کردن نتانستم به خاطر که کمپ تمرینی بر 10 سال بود، ولی من در کشور قزاقستان عزم سفر بر کمپ تمرینی شده بودم که اونجا تجربه بسیار خوب کسب کردیم. دیدیم تمرینات دیگه کشورها را که به چی سطح اونا تمرین میکنن و تجربه بسیار خوبی در این تمرینات به دست آوردیم. تانستیم در هر سبک شنا ثانیه کم کنیم، یعنی یکی دو ثانیه تغییرات آوردیم و در تمرینات خود. بس امروز نتیجهش هم گرفتیم که خودم و دوستای دیگه‌ایم که در قطر اشتراک کرده بودم بر کمپ تمرینی امروز شاید نتیجه بهتری بوده. بسیار خوب استاد، به عنوان آخرین سوال، برنامه بعدی فدراسیون ملی شنا چی است و چقدر روی امیسه بازیکن سرمایه گذاری و تلاش صورت میگیره تا اینا بتونن خود به مسابقات المپیک آماده بشن؟ نظر به صحبت هایی که دیروز در جلسه یک در کمیته ملی المپیک داشتیم و امروز هم جناب پوپلزه صاحب با رسانه ها مطرح کردن، جناب انوری صاحب فهیم جان که امروز انتخاب شدن، اینا اسکالرشیپ میشن از طریق خود آیسی و ماهانه شاید یک مبلغ را به عنوان این برشان بتن که اینا به کار یعنی نباشن، فقط حرفه‌ای تمام توجهشان به ورزششان باشن، به تمرینشان باشن، یک موضوع. و موضوع دیگه با دو نفر که نفر دوم و سوم است، کمپای تمرینی در اختیار از اینا قرار خواهد گرفت در کشورهای خیلی که مثلا از نظر شنا روششان فوق‌العاده هستن برای آمادگی 2020. یک موضوعی است. و موضوع دیگه که خود مطابق با پلان جنتری فدراسیون شنای افغانستان برنامه کورس‌های نجات غریق داریم به خاطر مسئولیت کسایی که میان در حوزه‌های بازی شنا میکنن. مسابقات آسیایی در ماه مارچ واترپولو هست در کشور هندوستان، برنامه‌ای از قبیل از این که حالا شاید وقت کافی نباشه برنامه تان که روش صحبت بکنیم، انشاءالله در برنامه بعدی. بسیار جد، سپاس استاد از حضورتان. همچنین از شما. و بینندگان عزیز، چند خبر کوتاه ورزشی. رسانه های معتبر ورزشی پولند خبر دادند که دو باشگاه نامدار و لیگ برتری پولند از جمله لخوی آورشو و لچیم پوزنان به شدت وضعیت عمران حیدری مهاجم 21 ساله اولمپیا گورجینس را زیر نظر دارند و در نقل و انتقالات زمستانی برای به خدمت گرفتن وی با هم رقابت خواهند کرد. عمران حیدری مهاجم جوان تیم ملی فوتبال کشور در حال حاضر در 19 بازی اخیر تیمش در لیگ یک فوتبال پولند 12 گل و 2 پاس گل برای اولمپیا گورجینس به ثمر رسانده و در صدر بهترین گلزنان این لیگ قرار دارد. اسلام الدین امیری مدافع کهنه‌کار تیم ملی فوتبال کشور شنبه شب نخستین بازی رسمیش را با پیراهن گوکلام کریلا در آی لیگ هند انجام داد. در این دیدار باشگاه گوکلام موفق شد تا با نتیجه 2-1 نیروکار را شکست بدهد و با 3 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به چرچل برادرز در رده دوم لیگ برتر فوتبال هند قرار بگیرد. مراسم اهدای جوایز توپ طلای 2019 امشب در پاریس فرانسه برگزار خواهد شد و لیونل میسی، فندایک و رونالدو 3 نامزد نهایی برای کسب این عنوان می باشند. همچنان امسال یک جایزه جدید به نام جام یاشین هم به بهترین دروازه‌بان سال 2019 اهدا خواهد شد. در تقابل دیشب تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید، هواداران اتلتیکو مادرید همانطور که انتظار می‌رفت با شعارهای تند و سوت‌های اعتراضی از آنتوان گریزمان ستاره سابقشان استقبال کردند. پیش از شروع بازی و انگام اعلام اسامی بازیکنان، وقت نام گریزمان از سوی گوینده اعلام شد. فریادهای گریزمان بمیر در ورزشگاه واندا پولیتانو تنین انداز شد.
در ادامه رقابت‌های لیگ حرفه‌ای آمریکا موسوم به NBA بامداد امروز 8 دیدار برگزار شد که در حساس‌ترین بازی‌ها لس آنجلس کلیپرز 150-125 واشنگتن ویزارتس را شکست داد. اورلاندو میجیک 100-96 از صد گلدن استیت واریرز گذشت و لس آنجلس لیکرز 100-114 مغلوب دالاس ماوریکس گردید. ممنون از اینکه با ما بودید.